خوش استایل ترین هنرمندان موسیقی پاپ کره قسمت دوم در قسمت اول این ویدیو به بعضی از آیدل های خوش لباس صنعت کی‌پاپ اشاره کردیم قطعا نام بردن و بررسی کردن استایل همه آیدل های خوش لباس کی‌پاپ زمان زیادی میبره اما ما سعی میکنیم که بیشتر اونها رو پوشش بدیم و دربارهشون حرف بزنیم. آیدل هایی که در قسمت قبل ازشون صحبت کردیم معروف و شناخته شده بودن. در این قسمت ما به دو آیدلی که همه میشناسند و سا که شاید همه نشناسن نگاه میکنیم و از استایلاشون الهام میگیریم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم لطفا اگر از محتوا خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنید جانگوگ هنرمند سولو و عضو گروه بی تی ایس. جون جانگوگ 23 ساله متولد بوستان کره جنوبی عضوی از گروه BTS و هنرمندی وابسته به کمپانی بیکیت اینترتینمنت که موقعیت وکالیست اصلی رقصنده لید ساب رپر و مرکز را در گروه داره همونطوری که در ویدیو قبل گفتیم رقصنده لید بعد از رقصنده اصلی در گروه بهترینه لازم به ذکره که یک گروه میتونه چند تا رقصنده لید داشته باشه همچنین ساب رپر بعد از رپر لید و رپر اصلی بیشترین توانایی رو در خوندن موسیقی رپ در گروه داره. موقعیت مرکز تعریف های زیادی داره ولی به طور کلی کسی که به عنوان مرکز شناخته میشه معمولا در پروموشن ها، اکس ها، و فیلم برداری ها در وسط و مرکز قرار میگیره. این میتونه به خاطر توانایی ها جذابیت و محبوبیت این شخص باشه. اگر با گروه بی آشنایی داشته باشید جانگوک تقریبا هر کاری بلده بکنه و همه کارهایی که بلده رو در بهترین و بی حالت انجام میده جانگوک کوچکترین عضو گروه بی در طی هفت یا تقریبا هشت سالی که جانگوک را از پونزده سالگیش دیدیم چندین بار شاید تغییر سال جانگوک بودیم جانگوگ علاقه زیادی به لباس های اوورسایز داره و از هر فرصتی برای پوشیدنشون استفاده میکنه. همچنین جانگوگ از اکسسوری های مختلف و دست و دلبازی استفاده میکنه و مطمئن میشه که با ساده ترین لباس ها هم خوب به نظر میرسه. جانگوگ عضو بازیگوش گروهه و اگر نخواد به حرف استایلیست لباس و معاش اهمیتی نمیده و کار خودش رو میکنه. استایل جانگو استایل خاصیه اما به راحتی میتونید ازش اعلام بگیرید. کیم هیونا هنرمند سولو و عضو سابق فورمینت هیونا ۸ ساله متولد سئول کره جنوبی تران و رپر سولوست قبل از اینکه به تنهایی شروع به فعالیت بکنه عضو گروه واندرگیز از کمپانی جی و فورمینت از کمپانی کیوب انترتیمنت بود ممکن شما هیونا را از موزیک ویدیو گنگنم استایل پی اس یادتون بیاد هیونا با نوع لباس پوشیدنش به ما نشون میده که میدونه داره چی کار میکنه و چطوری لباس بپوشه که عالی به نظر بیاد. خیلی ها نوع لباس پوشیدن هیونا رو سکسی در عین بامزه و کیوت بودن تعریف میکنن که دقیقا شخصیت خود هیونا هم همینه. نکته ای که باعث میشه هیونا منحصر به فرد و با همه آیدل های دیگه متفاوت باشه اینه که اون در کنار اینکه ترندی لباس میپوشه عناصر مختلف رو به طور قافل گیر کننده ای با هم ترکیب میکنه که هارمونی خاصی ایجاد میکنه. هیونا از امتحان کردن استال های مختلف نمی ترسه و استال رترو رت رت هیونا بین طرفداراش محبوبه. هیونا همچنین در بین استال های شیک و پرزرق و برقش به ما نشون داده که در لباس های روزمره و کژوال هم روش خودشو داره. میتونید با نگاه کردن به استایل های فرودگاه هیونا الهام بگیرید و در استایل های روزمرتون یکم از خوش بودن هیونا بهره ببرید لی هوسوک یا وان هو هنرمند سولو و عضو سابق گروه مونستا ایکس وانهو 27 ساله متولد گمپوی کره جنوبی خواننده و وکالیست وابسته به کمپانی استارشیپ آنلاین اینترتینمنت و وقتی عضوی از گروه مونستا وابسته به همین کمپانی بود موقعیت ویژوال و وکارید رو داشت همونطور که در ویدیو قبلی گفتیم لید وکالیست بعد از وکالیست اصلی بهترین صدا و وسیع ترین رنج نوت رو داره و ویژوال زیباترین و جذابترین عضو در گروهه البته از نظر استانداردهای زیبایی در کره جنوبی ویژوال بودن وانهو موضوعی نیست که با شنیدنش تعجب بکنید از اونجایی که اون در دبیرستان بهترین چهره رو داشت وانهو به عنوان آیدالی شناخته میشه که به فیزیک بدنی و فیتنسش اهمیت میده وانهو همیشه طرفتاراش رو با ترکیب رنگ ها و اکسسوری ها و موهاش قافلگیر میکنه. رنگ مشکی در ترکیب هایی که میسازه یک عنصر اصلیه و میتونید همیشه اونو پیدا بکنید. همچنین اگه دقت کنین متوجه میشین که نوع لباس پوشیدن وانهو روی صحنه متفاوت خاصه به طوری که از استایلیست گروه مانستا اکس پرسیده شده که پرسه طراحی و انتخاب ترکیب لباسهای وانهو چیه؟ و استایلیست هم خب جواب میده وانهو بیشترین لباس های روی صحنه ای که قراره بپوشه رو خودش پیشنهاد میکنه وانهو ایدههایی داره که روی کاغذ میکشه و به استایلیست میفرسته وانهو با نشون دادن یک از بدنش مشکلی نداره و معمولا در فرودگاه ها با شلوارک و تیشرت های بدون آسین دیده میشه اون هم مثل خیلی از آیدل ها به کلیشه های جنسیتی اهمیت نمیده و بارها در لباس دیده شده که قابل پوشیدن برای هر جنسیتی هستند. پارک چه یونگ یا پارک روزن با لقب روز عضوی از گروه بلک پینک روزی 23 ساله متولد اوکلند استرالیا هنرمندی وابسته به کمپانی وای جی و عضوی از گروه بلک پینک موقعیت وکالیست اصلی و رقصنده لید را داره. اون استال راحت خودمونی داره از آیتم های اوورسایز و گرم و نرم استفاده میکنه اما اونقدر اونا رو با دقت ترکیب میکنه که ازش به عنوان یکی از خوش سلیقه ترین آیدل های دختر اسم میبرند با همه اینها روزی بین برند های بزرگی مثل ایف سان و آدیداس به خاطر اندام متناسب با میارهای مدلینگ و چهره فوتوجنیکش محبوبه. این موضوع رو میتونی در استایل های فرودگاهی و اپیزودهای های مختلف بلک بینک هاوس ببینید. طرفتاراش معمولا استایلش رو ترکیبی از دخترانه و کیوت و کلاسیک میدونن. اون عاشق استفاده کردن از رنگ های نود و گرمه. جکسون ونگ هنرمند سولو و عضوی از گروه گاد سون جکسون 26 ساله یک رپر، رقصنده و خواننده هنگکنگی فعال در کره جنوبیه. اون عضوی از گروه گاد 7 وابسته به کمپانی جی وای پی و همچنین هنرمند سولو و مجری در چین هم هست. جکسون در هفته جولای امسال برند فشن خودش رو به نام تیم ونگ دیزاین شروع کرد که خودش به عنوان طراح در این برند فعاله. تأسیس شدن برندش بعد از این بود که برندهای بزرگی مثل آرمانی، فندی و آدیداس مشتاق همکاری با جکسون در کالکشن‌های جدیدشون بودن. هرچند اخیراً در تبلیغات برند کارتیه نقش مرکز رو داشت. جکسون علاقش در فشن رو روی برندش متمرکز کرده. به همین دلیل برندش آینه ای از استایل شخصی خود جکسون ونگه. این استایل توسط اون با دقت در کنار هم گذاشته میشه. ترکیبی از لباس های اسپورت با آیتم های از رانوی های لباس های مردونه. جکسون طرفدار خطوط تمیز، جزئیات ظریف ترکیب های تکرنگه و این رو در استالش به وضوح میتونید ببینید. جکسون همچنین در برابر دوربین پاپاراتسی کاملا با شکوه ظاهر میشه. تصویرهایی از جکسون در فرودگاه اینچون در حال به داشتن آخرین کالکشن های سوپریم و آدیداس و برندهای مورد علاقش دیده میشه. امیدواریم لذت برده باشین. خوشحال میشیم اگر نظرات خودتون رو با ما در میون بذاریم. در آخر اگر از محتوای این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنید.